این قطعنامه پیام قدرتمندی به مردم بلاروس میفرستد که شما تنها نیستید و ما از مردم کشور شما و آرزوهایتان برای داشتن یک جامعه دموکراتیک حمایت میکنیم. این قطعنامه رژیم جنایتکار لوکاشنکو رو محکوم میکند و از دولت‌ها میخواهد که از مبارزه ما برای آزادی علیه رژیم نامشروع او حمایت کند. رژیم لوکاشنکو باید بداند که به خاطر همه این جنایات، از جمله جنایات علیه بشریت، رو بودن کودکان اوکراینی و مشارکت در جنگ علیه اوکراین محاکمه خواهد شد. همچنین امیدواریم با قطعنامه امروز روند الحاق بلاروس به شورای اروپا را آغاز کنیم. البته زمانی که سرانجام بلاروس آزاد شد، اما از همکنون می توانیم آماده آن روز شویم. البته ما متوجه هستیم که راه پیوستن به اتحادیه اروپا طولانی و دشوار است، زیرا اول از همه باید رژیم مینسک را از بین ببریم و همه اصلاحات لازم را انجام دهیم. اما عضویت بلاروس در شورای اروپا قبل از پیوستن به اتحادیه اروپا اولین گام ما خواهد بود. ما همچنین باید در روابط خود با روسیه تجدید نظر کنیم. ما نمی‌خواهیم با یک کشور متجاوز که مردم بی‌گناه را می‌کشد در هیچ اتحادی باشیم. لوکاشنکو نمی‌خواهد با اروپا باشد، زیرا اروپا درباره دموکراسی، حاکمیت قانون و احترام به مردم است و لوکاشنکو و رژیم او فاقد این ارزش‌ها هستند. او با روسیه احساس راحتی بیشتری می‌کند، جایی که می‌تواند یک دیکتاتور ظالم با قدرت نامحدود باقی بماند و مردم خود را سرکوب کند. برای لوکاشنکو، پوتین تنها تضمین بقای سیاسی اوست. من کاملا مطمئن هستم که اسرائیل به صلح نیاز دارد و امیدوارم این جنگ هر چه زودتر به پایان برسد. امیدوارم همه گروگان‌ها آزاد شوند و به خانه و خانواده‌هایشان برگردند. از دست دادن جان غیر نظامیان و رنج مردم عمیقا نگران کننده است. بنابراین این استراتژی برای همه طرف‌ها است و هیچ برنده‌ای در اینجا وجود ندارد. من واقعا معتقدم که هر ملتی که احساس می‌کند به حقوقشان ظلم می‌شود، برای حق درس خواندن یا کشورشان را به جایی که مردم آن می‌خواهند هدایت کنند، باید مقاومت کنند. باید به مبارزه خود علیه این محدودیت‌ها ادامه دهند. اما پیام من فقط برای آن افراد نیست، زیرا آنها کاملا درک می‌کنند که وقتی احساس می‌کنید که رها شده اید، وقتی احساس تنهایی می‌کنید، وقتی احساس می‌کنید که دنیا فقط به آنچه در حال وقوع است نگاه می کند، آنگاه مبارزه کردن دشوار است و ابزاری هم برای کمک به افراد وجود ندارد. بنابراین من از تمام جهان دموکراتیک بین المللی می خواهم از همه کسایی که برای حقوق خود می جنگن حمایت کنند، حقوقی که شما و من هر روز از آن برخورداریم.